فکر کنین که یک صبح با صدای موسیقی از خواب بلند میشین. برای یک لحظه فکر میکنین که خواب میبینین، یا فکر میکنین که او شاید او دنیا است، البته ما مردیم، در بهشت هستم که صدای ملکوتی میاید. از جای بلند میشین، میبینین که نه والا در اتاق خود هستم، اما هنوز هم این صدای موسیقی میاید. از جای بلند میشین، میرین کلکینه باز میکنین که با مو طرف که صدا ازش می ببینین، اتصال میکنین که در زیر منزلتان یک دو سه آدمکای بسیار غریب با وسایل موسیقی بسیار ساده شیشتن رو میخوانند. کلاگکایشان کنه آله موسیقی بسیار ساده و بسیط و خودشان هم به آلایش مثل از اینکه از هیچ کس هیچ چیز توقع ندارند در دنیای خود. خدایا شکر، شکر که موسیقی خلق کرده بودی. موسیقی در واقع توسط ما اختراع نشده که را احرام بگویم و ازی بگویم ازی. موسیقی را خداوند در طبیعت هست کرده، خلق کرده، ما تقلید کردیم. خداوند بزرگ این دنیا را آنقدر زیبا آفریده که اگر دقیق شویم هر سلول ما میتانه لذت ببره و غرق خوشی باشد. اما حیف که ما از خود بسیار دور افتیدیم. به دل میگه مگر از فکر عقبا بازگردم، عقبا یعنی او دنیا آخرت، مگر از فکر عقبا بازگردم تا بخیش آیم. که از خود سخت دور افتیدم از پیشبینی ها. میگه یک ما در فکر او دنیا هستیم که دیگه هیچ چیز را نمیفهمیم، خود گم کردیم. خدایا ما را به خود ما دوباره برسان. خدایا کمک ما کو که ما درک کنیم این عنایت و این لطف را که در حق ما کردی، که به ما زندگی دادی. و اتحاد غلام میگه که این زندگی بیادر این امتحان است که کامیاب میشی یا نه. نه، این زندگی تو امتحان است که تو ببینی، که خداوند ببینه که تو با چی رقم سپاس میکنی، چطور درک میکنی مزایای خلقتهای خداوند. بهرحال یکی از ملاهای بسیار بزرگ مملکت ما، از علمای متبحر کشور ما، آقای عبدالسلام عابد در امی روزا در جماعت از پیروایش که کلشان اینات شیشته بود، که فکر میکردی که گپای مولای عابد از هوا قب میکنن که تو سلول های خود میخورن و قبول میکنن و ایمان میارن، که گویا عطایی تبهرش از حضرت محمد هم کده گویی زیادتر است. راست میگه مولا صاحب، راست میگه مولا صاحب. اما تو فکر میکردی که میگفتن و شما در می جیرانه که مگب میزنم میمانم بینندایشه، شما سعی کنین که اینو تو میمانن و تو تکان بیتیش که با وش بیای، اگر نه رفته همی گپا را خوب سعی دیگه مطبع می دل جان قبول میکنن. اما سعی کنین که این مولانای بزرگ چی میگه.
اسلام را به عنوان یک دین با خشونت و یک دین به اصطلاح سختگیر و الاخری معرفی میکنه. میگه یک تعداد مردم اسلام را میخوان به عیسی یک دین پر از خشونت معرفی کنن. بعد میکنن در اسلام و خشونت نه پیش میره. دیروز به نام مرکز مطالعات استراتژیک شما نام ببین چقدر کلان این رسوا مردم خیستن نوشته میکنن تحقیق کردن میگن در نصاب تعلیمات در نصاب معارف 50 عنوان اسلامی وجود داره که مردم را به طرف خشونت و رادیکالیزم دینی میبره. دیروز یعنی آقا مطالعه کرده کدام نتیجه یک تحقیقات به نام مطالعات استراتژیک که در اون نشته شده که 50 اصطلاح اسلامی در نصاب تعلیمی شاگرداست یعنی در کتب تعلیمی شاگردای مکتب و صنف اول تا 12 که ترویج میکنه خشونت اسلام تبدیل میکنه به یک دین رادیکال و یا افراطی یعنی از نقطه نظر از این استغفرالله تو دین ما را یک دین خشن میگی توی اصطلاحات پیش میریم توی شما انسانهای خودفروخته وطن فروش جاهلی هستین شما را به تحقیق چی؟ شما اسلوب تحقیق یاد ندارین ای آدمی که میگه وا غلط میگن که دین ما دین خشونت است بر از وا میگه که شما انسانای خائن و فروخته شده و جاهل شما را به تحقیق چی؟ یعنی ما اتا حق تحقیق در مورد دین خود به کس نمیدیم اسلام واقعا خشونت نداره که آقا میگن در همین قرآن به ده ها آیت هست که پیغمبر تو را جادوگر میگن تو را دروغگوی میگن حتی در قرآن است که تو را میگن که قرآن را به دست خود نشته کردی تو خود سواد نداری ما بر تو سواد نداده بودم که بازی گپ نزنن رسول الله بی سواد بود حتی در قرآن آیت است که رسول الله میفهمی که یا میگن که قرآن اونو یک نفر تو را یاد داده که نشته کنی او نفرم ما میفهم کی را میگم ما نامش هم میفهمم او نفر که عربی ترکایی یاد داره خب برحال یعنی در اینجا در جواب از این گپایی که پیغمبر پیش خدا شکایت میکنه که مرا کافر میگن دروغگوی میگن مرا میگن از خود ساختی گپا را خودت نشته کردی برشان بگو که من تنها پیام خداوند به شما میارم از عاقبت کار زشتتان شما را میترسانم و به پاداش کار نیکتان شما را رغبت میتم یا شما را مژده میتم اینم قدر در اینجا یک بار گفته نشده که اجازه تحقیق اینا ندارن اجازه گپ زدن ندارن خب اجازه تحقیق که میگیری یا مانایش که آدم خشن است کس را حق نمیتی که در مورد از این مسئله گپ بزنه و شاید گپ از او درست باشه اما تو میگی انسان جاهل خائن فروخته شده تو تحقیق چی میفهمی؟ پیش میره یک بار بیا همراه ما بشین این تحقیق تا پیشوری بگذار و مرا قانع بکن که اینجا سبب خشونت است اینجا به من نشان داده که ما به طرف رادیکالیزم یعنی چی؟ حالا بسیار خوب یک گپ زد اونا را چلنج میتن میگه یک بار بیا امرای من اینجا بیشی اینه برای من نشان بده من یک عالم بزرگ هستم تو به من نشان بده که در کجای قرآن ما در کجای دین ما گفته شده گپایی که باعث خشونت شوه که تو میگی 50 اصطلاح اصلا در نصاب تعلیمی شاگردا هیچ اصطلاح اسلامی نیست که در اوجه خشونت باشه خوی عالی یک عالم دینه اما چیزی که ما مسلمان ها داریم یا مشکلی که ما مسلمان ها داریم ایست که ما کور استیم دیدن نمیتانیم کر استیم شنیدن نمیتانیم گپایی را که بر علیه ما باشه
از همین خاطر یک مسلمان تا مردن نمیفهمه که مشکل ما چی است. کشته میشیم، فروخته میشیم، وطن ما در گرفته، گداییگر شدیم، اما نمیفهمیم که چرا. به خاطر که دین ما بسیار دین بالاست، مشکل خود ما دیده نمیتونیم. سعی کنین پیش میره. فکر از یا چی است؟ فکر از اینا به نام تمدن و به نام آزادی که امر بالمعروف نهی از منکر نکنه. هر کسی که هر چتیاتی گفت و را بگذارن که بگوید، بنام بسیار استعمار عجیب کار میکنند. مرکز مطالعات استراتژیک این تو نام کتر سرش میمونه، کلا تحقیق سر چی میکنه که معارف را پس تحقیق بکنه، جاهایی که اسلام در اونجا سورین او را هم حذف کنه. میگه فکر از یا چیست؟ فکر از یا ایست که به نام آزادی و به نام تمدن از ما و شما قدرت دینی ما را بگیرن، ما را نمانن که امر بالمعروف و نهی از منکر کنیم. یعنی ما خو اجازه داریم که با مردم بگوییم که اینی کار غلط است نکو، اینی کار خوب است بکو. رسول الله امر بالمعروف نهی از منکر میکرد. ای خیصه ای این گپت آقای عابد بیخی درست است، اما مشکل ده ایست. مشکل ده چیز که تو چی میکنی، علمای دین چی میکنن. سعی کنین یه باور داشته باشه. ولی رب ما یک گله داره، در یک تعبیری جالب میگوید که ایش بسیار جالبه. از یک سوی خدا را اینقدر بزرگ نشان میتن، از یک سوی قچوچک نشان میتن که ایران میمونی. رب ما بسیار یک گلگک داره. ای رب به او بزرگی از ما گله داره، از تو گله داره. ما با مقابل خداوند مرچام نیستیم. امی شما از مرچه گله میکنین، او مرچگک از تو ما یک گلگک دارم. وضوع بیایه که بگو که کدام مرچه را بکشیم، کدامش تو را عبادت نکده. ایچی خدا از ما گله میکنه. ایچی خداگک چوچه بلا تشبیکی این قیقک از ما گله میکنه. چرا گله میکنه؟ سعی کنین. اگر مسلمان ها از ارزشایشان دفاع نکند و امچو مبتزل انسان های رسوا و خود فروخته را دمی چپات دمی رویش اوالا نکنه، فروخته را دمی چپات دمی رویش اوالا نکنه و بگوید که چی کنیم دیگه، خیر است بگوید. رب ما چی میگه؟ و این تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکون امثالکم. الله شما رو سی میکند، رخصتتان میکند، کسی دیگری باز میاد از دین با شجاعت، با هیمنه، با غیرت دفاع. میگه کسی که در سر دین ما گپ میزنه که متکت دمی سیلی دمی رویش نزنی، باز خدا میفهمی چی میگه. میگه که والله باز من شما را پس میکنم، عوض شما طالبا را میارم که از خاطر دین گردن زده برن، آدم های بسیار قوی. خال توی نمیگه پا میزنی، خدا گلگک میکنه که کس سر دین تان گپ زده متقفا قفاس که دمی رویش ده و خود فروخته را دمی چپات دمی رویش اوالا نکنه و بگوید که چی کنیم دیگه، خیر است بگوید. اگه نه باز من تو را جزایی میکنم، از دنیا میبرم، ایواز تو مسلمان های را میارم که دیگه متکارداد دستایشان. کی اونا؟ این طالب ها، برادرهای طالب ما. حال اینمی خشونت مگر نیست؟ حال تو خود گفتی که تو بیا با من نشان بده اصطلاحات را که باعث خشونت هست. اینه خودت اینمی گپایتون موست. حالا از یام پیش میره. باور به خدا بکنیم. جالب است. یک قصه را بکنم. یکی از دوستای مولوی صاحب قانت نام داره. الله زنده داشته باشه. میگه تو میرفتم این پیش پشتونستان وارد. یک چند دانه مبتزل دیگه ششته. همه ورقا کتش هست دیگه مرگ بایی مرگ باو گفتن. که من از یک 20 نفر جمع شده و کدام 50 نفر پلیس در گرداگردش هست. من به پلیس گفتم چی گفت هست؟ بولا خوش ما هم نمیخواهیم دایی چتیات گفته رئیستم. که من گفتم من اجازه میدی که من یک کاری بکنم. گفت هر کاری که میکنی بکن. که رفتم یک کلانش که بود یک چپات همون تو پخته زدمش که امی که زدم یک فرار نشد کلشان گریختم. پلیس میگه خدا خیرت بده ما را شرش خلاص کرد. پولیس میگه خدا خیرت بده ما را شرش خلاص کرد. یک قصگک میکنه یا خب زوراوری عادت دارن. در 1400 سال کسی که گپ زد
دش کت قفاق دروش. اصلا او قفاق نیست، کت کارت گردنش بزن و ترسته مال نمیگه، چون که یک ذره بدنام نشه. میگه رفیق مولای چطورکایی که وام کدام غول رقم عزیز بر از یک قصه کده که بسیار خوش آمده. در اوجه میگه که ای گفت که من رفتم در پشتونستان وات اوجه کدام مظاهره بوده، این یک چند نفر هم اوجه چارا گرفته بودن زنده باد مرده باد. میگه فالو معلوم نیست که بیچارا سر چی اوجه استاده بودن و یک پنجاه عسکر در دورشان بود که یعنی معاصره بودن. میگه ای رفیقش برازی میگم، او رفیق غولش میگه که رفتم عسکر گفتم یا چی میگم، ولی هم هم نمیفاهم بیادر نمیجه چه اتیاد گفته رایست. باز میگه ای مولایی گفت که اجازه میدین که همیجه ما برم هم تا خوب یک جذابت مشان گفته آه ولی ما رو از شرش خلاص کن. این میگه من رفتم که تمی یک شب لاغ که می زدم دمی روی یکیش کل ایشان گریختن. پولیس میگه خدا خیرت بده ما رو از شرش خلاص کن. آله اینی میگه، اینی میگه در دین ما خشونت کو؟ کو خشونت؟ خاله او غول ای چی هست؟ ای چی هست اینمی؟ چرا ما پینجا اصطلاح دیگه شه یادت بتم؟ بسای کنین دیگه اگر پذیره؟ الله دین را تکمیل میکنم لیظهره علی الدین کله، دین را غلبه میدهد، دین را غلبه میدهد، هیچ کس نمیتاند که علیه اسلام ما چیزی بکند. آیت قرآن میگه، میگه خدا گفته که این دین کامل میکنم، کامل هم مانایش غلبه است، یعنی من این دین به سر دیگرها غلبه میتم. خدایی گپ زده در قرآن، این گپ زده که من خودم این دین غلبه میتم. خیمه کدام لوده که بخیزم در ایجه مام شمشیر بگیرم که باش دین خدا را غلبه بتیم. خودش میگه که من این دین غلبه میتم. بسیار خوب، خدایا دین خودت از خودت غلبه بتیم، همون رقم که خوش داری بدوزش، همون رقم که خوش داری بپوشش. ما دیگه چرا دیگه شمشیر بگیریم گردن مردم از زده بریم، در حالی که خدا میگه من خودم این دین غلبه میتم. آیا نمیتونه خدا غلبه بتم؟ میتونه. پس چرا ما بخیزم مردم ها را بکشم؟ ما سر پیاز، کونه پیاز، خمیس بلخواسته پیاز، یا تو مولایی صاحب سر پیاز، کونه پیاز، خمیس بلخواسته پیاز کی هستی تو؟ چرا تو مردم تحریک میکنی که بخیزن مردم بزنن و بکشن؟ خونه خودت هم میگی، اگه با میگه پیمان داری که خدا خودش دین غلبه میته، خونه میته. چرا سر ما غلبه میتهش؟ کدام کم بود داره؟ بلا تشبه خدا زور نداره که می دین بگه غلبه غلبه کنه. خدا قرآن آیت است که وقتی که من میگم خداوند میگه، وقتی که من میگم شو میشه، غلبه غلبه است. تو ایمان داری با قرآن؟ بازی آقا میگه ما چالنج میتم دمی برنامه خود، میگه که بیا یک کسایی که میخواین این کتما یک تا دشتوکک ها میاین که مانا گپ ها نمیفهمن، یا میاین کتما که شفیه هار بیا اینه برای کلت میگم که اینه بری در پشت مولا امام کلانتان استاد شین، این می نفر عالم دینه، بیا اینه ما که تزی عالم دین مناظره میکنم زنده. ما بر ازی میگم چند گپه بر کلگیتان میگم. پیغمبر سواد نداشت، به سواد مطلق بود، یعنی خواندن و نوشتن یاد نداشت. از روی قرآن براتان آیات قرآن میکشم. پیغمبر مؤمن کامل نبود، از روی قرآن حتی به کتاب و بعثت خود گاه گاه شک میکرد، به اساس آیات قرآن میکشم. کلمه ای را که ما مهمترین رکن اسلام میدانیم، پنج بنا دادیم اسلام، مهمترینش همی کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، این شرک است. به خاطر ازی که ایج ایمان تنها به دو چیز میشه، نظر به آیات قرآن که اینمی است آمنتو بالله و ملائکته، اول ایمان به خداست، دوم به ملائک، و کتبی و تمام کتاب ها، و رسولهی به تمام رسول ها. وقتی که تو خوانده میری که لا اله الا الله محمد رسول الله، به یک محمد میشه، رسول هم از ما بین مبرای، کتب هم مبرای دیگر رسول هم. از این خاطر این شرک است، این مقابل است با نص یا نصوص قرآن. اسلام یک دین چور و چپاول شده امروز، این را ما برات ثبوت میکنم.
راجع به تاریخ اسلام میگی مکتت بحث میکنم، راجع به حدیث میگی کتت بحث میکنم، راجع به کتاب محمد ابن اسحاق، سیرت محمد، نوشته محمد ابن اسحاق که مهمترین و معجمترین و قدیمیترین تاریخ اسلام است، 1300 سال ازش گذشته و وام بسیار یک مسئله مهم. اشرف غنی میگه که ما 3 سال یا 4 سال این کتاب خواندیم، یعنی قدر مهمه. این مکت تو ده 3000 صفحه است، ایران مکت تو بحث میکنم. در چیز دیگه راجع به حقوق انسان میگی، راجع به حقوق زن میگی، راجع به حقوق حیوان میگی، راجع به سگ میگی در اسلام، در نظر و قرآن. هر موضوعی را که تو انتخاب میکنی یکی یکی تو انتخاب کن. اولش تو انتخاب کن، دومش ما، سوم تو، چهارم ما. سر اینمی مسائل اینا مکتت گپ میزنم. شما خادیان دیگر قبول هم ندارین، میگن اونا باطل شده، امور هم کتت گپ میزنم. اینا اول خو اینما دمی ثبوت کردم که تو میگی که در اسلام اصطلاحات خشونتوار نیست و خودت میگی که چپلاق دلالا و او مولایی لودر میگی که تمی چپلاق کزد. مانایش چیست که او مردم گریخت؟ مانایش که مولایی مظهر قتل و کشتار و قلدری و زوراوری است. اگر نه چرا واگریختن؟ به خاطر که 40 سال است که شما به نام دین میکشین، از این خاطر رو بیچارا گریختن. این کت ما بیا بس کو، چون ما از تو نمیترسم. دمی برنامه خود میارم تا هر بار 2 ساعت وقت میتم، تا 1 ساعت از تو، 1 ساعت از ما، به تدریج 15 دقیقه از تو، 15 از ما، 15 15، همین رقمی 2 ساعت ما تو بحث میکنیم. اگر که دل شیر در سینه است و فهم سقراط در کلیت است و ایمان محمد در قلب تا، بیا که ما ببینیم که چی رقم استی.